یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل امروز یکشنبه با اشاره به بیانیه هشدار دهنده سه کشور اروپایی به جمهوری اسلامی ناکامی در احیای برجام را مدیون تلاش‌های دولتش خواند. آقای لاپید در آغاز جلسه کاری کابینه‌اش در اورشلیم صحبت می‌کرد. روز شنبه یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که دولت جو بایدن با موضع‌گیری فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد ایران کاملا همسو است. گزارش از فرهاد پولادی در این باره. یائیر لاپید در آغاز جلسه کابینه از موضع‌گیری آمریکا و همراهیش با سه قدرت اروپایی آلمان و فرانسه و بریتانیا در قبال درخواست‌های ایران در مورد پیشنویس مفاد احیای برجام تقدیر کرد. او محقق نشدن احیای تحقق برجام را تا حدی مدیون تلاش‌های دولتش خواند. בעקבות האמריקאים אתמול הודיעו מדינות אירופה שהסכם הגרעין עם איראן אינו עומד להיחתם. תיקי החקירה הפתוחים של איראן בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אינם עומדים להיסגר. אני מודה לצרפת, בריטניה וגרמניה על העמדה הנחרצת שלהם בנושא. בחודשים האחרונים ניהלנו איתם דיאלוג שקט, אינטנסיבי, הונח בפני מידע מודיעיני עדכני על הפעילות האיראנית באתרי הגרעין. אחר הצהריים אצא לגרמניה להיפגש עם הקנצלר אולף שולץ. מטרת הביקור היא תיאום עמדות בנושא תוכנית הגרעין וסיכום פרטים אחרונים במסמך שיתוף פעולה אסטרטגי, כלכלי וביטחוני שאנחנו עומדים לחתום איתם. יחד עם ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט, עם שר הביטחון בני גנץ, ישראל מנהלת מערכה מדינית מוצלחת לבלימת הסכם הגרעין ולמניעת הסרת הסנקציות מעל איראן. זה עוד לא נגמר, זו דרך ארוכה, אבל יש סימנים מעודדים. این ابراز خوشبینی نخست وزیر اسرائیل در پی حضور یک هفته‌ای رئیس سازمان اطلاعات خارجی کشورش داوید برنه در آمریکا بود. رئیس موساد در سفر به واشنگتن با مقامات درگیر با مذاکرات برجام گفتگو کرد. بنا به اعلام دفتر نخست وزیری اسرائیل، رئیس موساد در این دیدارها اطلاعات حساسی در اختیار آمریکا گذاشت و تاکید کرد که وقتی ایران دارد دنیا را فریب می‌دهد، اسرائیل نمی‌تواند ساکت بماند. روز شنبه وزرای خارجه آلمان و فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترکی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجام را به گردن تهران انداختند و گفتند در حالی که داشتیم به توافق نزدیک می‌شدیم ایران موضوع‌های جداگانه را دوباره مطرح کرد که مربوط به تعهدات بین‌المللی الزام آور حقوقی‌اش تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و توافق پادمان‌های NPT منعقد شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این خواسته های اخیر تردیدهای جدی در مورد نیات و تعهد ایران به احیای موفقیت آمیز برجام ایجاد می کنند. موضع ایران در تضاد با تعهدات الزام آور قانونی آن کشور است و چشمنداز احیای برجام را به خطر می اندازد. ساعتی بعد یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به سوال بخش فارسی صدای آمریکا در مورد بیانیه سه کشور اروپایی گفت که واشنگتن در این زمینه با سه کشور اروپایی همسو است. او افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعاتی در مورد مکان فعلی مواد هسته‌ای شناسایی شده در سایت‌های اعلام نشده ایران نیاز دارد تا اطمینان پیدا کند هیچ ماده هسته‌ای خارج از پادمان‌های آژانس در ایران وجود ندارد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.